امروز کشتار رو متوقف کنه، فردا ترک مخاصمه به راحتی صورت میگیره. همونطوری که جمهوری اسلامی ایران تمامی مسایای جمیلش رو برای تسهیل گفتگوها فراهم کرده، قطعاً عربستان و امارات هم میتونن قدم اول متوقف این جنگ و خونریزی در یمن هست و البته حتما خروج از خاک یمن. اولین سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به تهران. آیا یمن به ابزار چانه‌زنی ایران و آمریکا تبدیل می‌شود؟ با یک فعال رسانه‌ای حوثی‌ها در یمن، یک تحلیلگر در ریاض و یک کارشناس مسائل خاورمیانه صحبت می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب، امید در بازارهای جهانی نفت، قیمت نفت خام به بالاترین میزان در یک سال گذشته رسید. گزارش یک شرکت امنیت اینترنتی درباره جاسوسی از مخالفان حکومت ایران در 12 کشور. چه کسی این بدافزارها را ساخته و اطلاعات به دست که میرسد؟ و رقابت برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران، صلاحیت 4 نامزد تایید شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، خوش اومدید به 60 دقیقه امشب. مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده. آقای گریفیتس که برای خاتمه دادن به درگیری‌ها در یمن تلاش می‌کند، اولین بار است که به ایران سفر کرده. با وجود اینکه ایران مهمترین حامی حوثی‌های یمن محسوب می‌شود، کشورهای عربی با مشارکت ایران در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران یمن مخالفند. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که دیگر به عربستان سعودی برای جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و قرار است حوثی‌ها را از فهرست تروریستی‌اش خارج کند. در این حال تاکید کرده که در قبال تهدیدهای ایران از عربستان حمایت می‌کند. خیلی‌ها جنگ یمن را جنگ نیابتی ایران و عربستان می‌دانند. تغییر روش آمریکا در این معادله به نفع کیست و آمریکا با قطع حمایت تسلیحاتی از عربستان در این جنگ چه موقعیتی برای خودش ایجاد می‌کند؟ این سوال‌ها را با کارشناسان برنامه مطرح می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. جنگ یمن از سوی بعضی‌ها جنگی نیابتی توصیف می‌شود. جنگی که در ظاهر میان حوثی‌ها و ائتلافی از کشورهای عربی، دولت در تبعید و شبه نظامیان جدایی طلب در این کشور در جریان است. اما در نگاه برخی، در پشت پرده مچندازی عربستان است با ایران. الموت امریکا! الموت اسرائیل! مسئله ای که کار مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن را حسابی دشوار کرده. او در 3 سالی که این مسئولیت را بر عهده گرفته، بارها در صنعا با حوثی‌ها ملاقات کرده و بارها به ریاض سفر کرده و علاوه بر سران عربستان تلاش کرده تا عبدرب و منصور هادی رئیس جمهور در تبعید یمن را به آتش بس ترغیب کند. اما این نخستین بار است که در تهران روبروی وزیر خارجه ایران نشسته، کشوری که مهمترین حامی حوثی‌های یمن محسوب می‌شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نه تنها شخصا در تهران با نمایندگان این گروه ملاقات کرده، بلکه به شکل علنی از مبارزه مسلحانه آنها علیه دولت مورد تایید سازمان ملل حمایت کرده است. موضع ایران که امروز توسط سخنگوی وزارت خارجه تکرار شد نیز رنگ و روی محکم پسند دارد. قدم اول متوقف این جنگ و خونریزی در یمن هست و البته حتما خروج از خاک یمن. در چارچوب ابتکار سازمان ملل متحد تمامی این گفتگوها میتونه صورت بگیره، اما در مورد آینده یمن قطعا باید مردم یمن و گروه‌های یمنی صحبت بکنن. طرف روبرو اما ایران را متهم میکند که به حوثی‌های یمن موشک داده تا به خاک عربستان حمله کند، اتهامی که سازمان ملل نیز آن را تایید کرده و تحقیقات مستقلشان نشان داده که تعدادی از این موشک‌ها ساخت ایران بودند. در حال حاضر در یمن گروه حوثی‌ها که در واقع یک گروه شبه نظامی است، این بخش‌های قرمز رنگ را کنترل می‌کند و در جنگ با دولت در تبعید یمن است که بخش‌های سبز رنگ را در اختیار دارد. بخش‌های سیاه هم تحت نفوذ القاعده یمن است. نتیجه بزرگترین بحران بشردوستانه، توصیفی که سازمان ملل برای وضعیت امروز یمن از آن استفاده می‌کند. کیوان حسینی، BBC.
حسین البخیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جنبش انصار الله یمن از صنعا با ماست. خیلی خوش آمدید. چند روزی هست که آمریکا اعلام کرده که دیگه به عربستان برای جنگ یمن سلاح نمیده و از همینطور هم قراره که حوثی‌ها رو از فهرست تروریستی آمریکا خارج بکنن. این اتفاقات چقدر موفقیت برای حوثی‌ها؟ What many leaders of Ansar al-Houthi have said. اون چه که خیلی از رهبران انصار الحوثی گفتند اینجا در صنعا این هست که اگر ایالات متحده تمایل داره چنین کاری رو بکنه، ما باید جنگ رو پایان بدیم. یعنی که خیلی از اونها معتقد هستند که با این تصمیم جدید آمریکا دیگه عربستان سعودی و امارات نمیتونن علیه یمن به جنگشون ادامه بدن و اگر این سلاح‌ها فروخته نشه به عربستان، عربستان وادار خواهد شد که دیگه علیه یمن دست به تهاجم نزنه. اما محمد علی الحوثی که یکی از رهبار انصار الله در حوثی هست اعلام کرده که ایالات متحده و دخالتش در یمن ادامه خواهد یافت، برای اینکه سیاست‌های خارجی و سیاست امنیتی آمریکا با تغییر دولتش تغییر نخواهد کرد. این تحلیل او بود و بر اساس این تحلیل تا وقتی که جنگ یمن ادامه داره معنیش این هست که آمریکا داره از عربستان حمایت میکنه، ولی در این حال ما الان دیدیم که آمریکا گفته که ما همچنان به شکل دفاعی از عربستان حمایت میکنیم که مثلا موشکی از طرف حوثی ها به این کشور شلیک نشه. یعنی این که امکان داره که آمریکا هم همچنان دخیل باشه در حمله به احتمالی به یمن با این بهانه که مثلا ما داریم حمله میکنیم به موشک ها یا کارخونه های سازنده موشک ها که میخوان به عربستان حمله بکنن و عربستان رو تهدید میکنن و حمله میکنن به یمن و به حوثی ها تحت همین بهانه. و من هم اینو معتقد هستم که اگر آمریکا واقعا میخوان که دست از حمایت عربستان بردارن، باید هیچ گونه دخالتی در جنگ نداشته باشن. به شما یادآوری میکنم که وزارت خارجه آمریکا امروز بیانیه صادر کرد و از حوثی ها خواست که دست به حمله به عربستان نزنن، و یعنی دارن از قربانیان جنگ، از قربانیان که یمن هست و حوثی‌هایی که دارن دفاع میکنن از یمن، از اونها میخوان که از قربانی میخوان که حمله نکنه به کسی که این جنگ رو شروع کرده، یعنی عربستان و امارات. یمن آماده صلح هست، ولی فقط صلح رو قبول خواهد کرد اگر عربستان به هر گونه حمله علیه یمن پایان بده، دست از محاصره اقتصادی یمن برداره. اون موقع هستش که حوثی‌ها حاضر هستن که آتش بس بکنن، صلح بکنن و بعد وارد مذاکرات بشن. ولی تا وقتی که عربستان به این جنگ خودش ادامه بده، یمن هم به مبارزه خودش علیه عربستان پایان نخواهد داد. آقای البخیتی، اگر بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت ایران در جنگ یمن، اگر ایران بخواد در مذاکراتی که در آینده احتمال میره با آمریکا داشته باشه درباره مسئله برجام، اگر ایران بخواد از کارت حمایتش از حوثی ها استفاده بکنه، چقدر واقعا میتونه روی حوثی ها حساب بکنه؟ I don't think they can count on Ansar al-Houthi because من فکر نمی‌کنم که اونها بتونن روی حوثی‌ها حساب بکنن، برای اینکه حوثی‌ها خودشون بارها گفتن که آماده هستن با عربستان صلح کنن و آتش بس داشته باشن. ولی لازمش این هست که اگر عربستان و یا آمریکا نمیخوان که ایران از به قول خودشون اهرم یا کارت حوثی ها استفاده بکنه، لازم هست که عربستان و آمریکا به جنگشون علیه یمن پایان بدن. من فکر نمی کنم که ایران بتونه از اهرم حوثی ها استفاده بکنه، ولی حتی چنین ادعایی برمیگرده به این ذهنیت که اصلا میخوان ایران رو مقصر بکنن برای
جنگی که واقعا مقصرش آمریکا هست. دولت ترامپ اومده و گفته که تقصیر اوباما بوده و بعد گفته که کلینتون گفته که اصلا داعش به خاطر سیاست دولت اوباما سر کار اومد و بعد خود هیلری کلینتون توی کنگره اصلا اعلام کرد و اعتراف کرد که داعش رو ساخته و افراطی های سنی رو درست کرده و اون صوفی های جریان صوفی ها رو به راه انداخت در دهه 60 خورشیدی و این همه این حرف ها نشون میده که اصلا تمام وضعیتی که ما الان در این منطقه داریم به خاطر دخالت‌های آمریکاست، به خاطر کارهای عربستانه. و الان هم می‌بینیم که اصلا بایدن نمی‌خواد برگرده به توافق هسته‌ای با ایران. می‌بینیم که موضوعی تندی گرفته. بنابراین عملاً داره همون کاری رو می‌کنه که دولت ترامپ داشت می‌کرد. همون کارهایی که ترامپ میکرد، مثلا ترامپ رو دیدیم که چیکار کرد، اومد از توافق پاریس خارج شد، از پیمانهای حقوق بشری خارج شد، حالا بایدن میخواد چیکار بکنه نمیدونم، ولی ایران و آمریکا باید مسئله خودشون رو حل بکنن، ولی آمریکا نباید از یمن به عنوان بهانه استفاده بکنه که مثلا بخواد به ایران فشار بیاره، برای اینکه این یمن هست که در محاصره اقتصادی است. همه چیز اینجا نابود شده، تمام گذرگاه‌های مرزی، تمام بنادر و فرودگاه‌های ما یا از بین رفتن یا زیر کنترل عربستان هستن. بنابراین چگونه ایران میتونه دخالتی در یمن داشته باشه؟ اصلا ایران چجوری میتونه با این وضع سلاح قاچاق بکنه به یمن وقتی که میبینیم عربستان حتی اجازه نمیدن غذا و دارو وارد یمن بشه؟ برای همین واقعا احمقانه هستش که بخوایم فکر کنیم ایران خیلی دخالت داره در این وضعیتی که در یمن وجود داره. ممنونم از شما حسین البخیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به حوثی‌ها از صنعا با ما. در دائمه برنامه با یک مهمان هم صحبت می‌کنیم که از ریاض به ما ملحق میشن. فعلا بریم سراغ علی سبزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ماست. آقای سبزاده خوش اومدید به برنامه. جنگ یمن رو خیلی ها جنگ نیابتی ایران و عربستان قلمداد میکنن. اینکه آمریکا الان اعلام کرده که در واقع سلاح دیگه به عربستان نمیده، یه جوره انگار خارج شده از معادله، فکر می‌کنیم به نفع چه کسیه؟ به نفع مردم یمن خواهد بود. ولی اینکه جنگ یمن جنگ نیابتی خاص هست، این هم درست نیست. سابقه جنگ در یمن خیلی حتی پیشتر از تاریخ ایجاد جمهوری اسلامی هست. بنابراین مسئله خیلی پیچیده است. ظاهرا به نظر میرسه که آقای بایدن تصمیم داره به هر قیمتی شده جنگ یمن رو تمام کنه. حالا اینکه موفق بشه یا نه یه مسئله دیگه است. شما اگر به سخنرانی آقای بایدن سه‌شنبه گذشته نگاه کنید، از اون 18 دقیقه صحبتی کرد در مورد مسائل خارجی، در مورد یمن تقریبا مشخص کرد که چه راهی باید بره، اعلام کرد که کی نماینده‌ام هست، چه جوری باید بشه، مسئله اسلحه باید چگونه باشه، وارد عمل شده. یه مسئله دیگه هم که هست، از پنجشنبه گذشته معذرت میخوام، در استکهلم مذاکرات صلح یمن داره انجام میگیره. ولی چرا آقای صدزاده، چرا اولویت بایدن اونطور که میگین الان جنگ یمن؟ جنگ یمن به دلیل اینکه سرفکندگی اولین شده برای آمریکا، چون به هر حال تمام مجامع بین المللی میگن این جنگ جنگ بیهوده است، جنگی است که پایان نداره، 70% مردم یمن در قحطی دارن زندگی میکنن و دادن کمک های تسلیحاتی آمریکا به عربستان سعودی برای این جنگ ناصحیح بوده و همین دلیل این رو میخواد اصلاح بکنه و این یکی از کارهای اصلاحی است که نظیر کارهای دیگه‌ای که در مورد آقای ترامپ انجام داده و لغو کرده، این هم میخواد لغو کنه. ولی پیچیدگی مسئله یمن طوری است که اگر آقای بایدن موفق بشه چنین کاری بکنه، در سیاست خاورمیانیش موفق خواهد. آقای سرزاده، آقای گریفیتس مدتی بود که به ایران نرفته بود، تا حالا نرفته بود، اولین باره که رفته به ایران. جای دیگه هم وقتی که مسئله جنگ یمن بوده با ایران هیچ وقت صحبت نکرده. چه شده که الان به ایران رفته و ایران رو داره وارد بازی مذاکره میکنه؟ در حقیقت این نشانه از تصمیم قاطع آمریکاست، چون میدونه که بایستی با ایران هم صحبت کنه. حالا در مورد مقدار اسلحه‌ای که ایران به حوثی‌ها میده میتونیم صحبت کنیم مفصل، ولی میدونه که ایران یه نقش اساسی نظری و حتی مادی و تسلیحاتی داره
برای کمک به حوثی‌ها و اگر تصمیم داره که واقعا در یمن جنگ به پایان برسه یا لااقل آتش بس بشه و نیروهای امدادی بتونن وارد کار بشن و این تصمیم رو گرفته، بنابراین باید با ایران هم صحبت کنه. ایران هم پاسخ مثبتی داده ظاهرا، حوثی‌ها هم دادن، عربستان سعودی هم داده. مثلا این که ولی اینا همه به فردا هم نگاه میکنن. شما در همون قسمت سخنی که از آقای خطیبزاده سخنگوی جمهوری اسلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی پخش کردید صراحتا گفت مسئله آینده یمن یک مسئله دیگر است، یعنی در از راه دیپلماسی میخواهند قدرت رو در دولت یمن به دست بیارن. اینکه به دست خواهند آورد یا نه اون خیلی خیلی مشکله، برای اینکه ما جدایی طلبان جنوب رو داریم، ما گروه های اخوان المسلمینی در یمن داریم و آقای منصور هادی رو داریم و همونطور که شما گفتین القاعده داریم. خیلی خیلی پیچیده است، به این سادگی نیست که ایران هم بتواند به اصطلاح یک کاری بکنه، دولتی در صنعا به وجود بیاد که مستقیما درش دخالت داشته. الان میتونه مستقیما دخالت کنه. آقای سرزاده گفتین که آمریکا در واقع میخواد که با ایران هم مذاکره بکنه و به نظر دارن این کارو میکنن، ولی چقدر واقعا کشورهای عربی همراه این هستن با این تصمیم آمریکا که ایران در این مذاکره باشه؟ حضور ایران رو اگر بخواد به راه حلی برای یمن برسه عرب ها هم میپذیرن، چون گفتم عربستان سعودی هم مایل هست از این جنگ بیاد بیرون چون منجلابی شده برای عربستان سعودی. بنابراین اگر بتوانن آمریکایی ها کمکی بکنن که ایران هم به هر حال کمک هاش رو به حوثی ها کمتر بکنه و زمینه آتش بس ایجاد بشه، از نظر تئوریک یا از نظر استدلالی هم آمریکا عربستان رو خلع سلاح کرده، گفته شما پایان بدید به جنگ، ما هم از شما در برابر حملات ادعایی شما که گویا از طرف ایران میشه در برابر اون از شما پشتیبانی میکنیم. بنابراین دیگه دلیلی نداره برای حضور شما. عربستان هم میخواد بیاد بیرون چون ائتلافش با امارات متحده در یمن به هم خورده، بنابراین هم عربستان نیاز داره، دوست داره، هم حوثی ها مایلن و چون وضع خراب است همونطوری گفتیم ایران هم ممکن است که از یمن استفاده کنه در چارچوب زمینه چانه زدن هایی که در آینده با آمریکا داره. این که در زمینه یمن چقدر مؤثر برای این کار من شک دارم، چون یمن در بین تمام این کشورهایی که ایران حضور نظامی داره از نظر وزنه و از نظر اینکه بتونه فشاری ایجاد بکنه کمتر از جاهای دیگر. ممنونم از توضیحات شما علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. خالد بن علی با ترفی استاد ارتباطات و مطالعات اجتماعی دانشگاه الفیصل از ریاض با ماست تا موضع عربستان رو بررسی بکنیم. خوش آمدید به برنامه. نماینده سازمان ملل میدونیم که الان به تهران رفته، به نظر سازمان ملل براش مسجله که ایران بخشی از مسئله بحران یمن اگر بخوایم که این مسئله حل بشه، ولی کشورهای عربی علاقه ندارن که با ایران درباره این مسئله مذاکره بکنن. چرا اینطوره؟ برای اینکه ایران هیچ دخلی نداره در دنیای عرب، اصلا نباید وارد بشه در مسائل کشورهای عرب و این خیلی روشن بود در نامه‌ای که سعود الفیصل به دعوت آقای ریفرستاد که بیاد عربستان با قاسم سلیمانی صحبت بکنه راجع به اینکه مثلا ایران میخواد در کشورهای عربی چیکار کنه. اصلا دخلی نداره ایران در این کشورها. الان که آمریکا گفته دیگه به عربستان کمک تسلیحاتی نمی‌کنه برای جنگ یمن، چه چیزی برای عربستان تغییر کرده؟ ما این جنگ رو بدون تایید دولت وقت آمریکا، دولت اوباما شروع کردیم و احتیاجی هم به تایید آمریکا نداریم برای ادامه این جنگ، احتیاجی به تایید دولت بایدن نداریم. ما قدردان هستیم از هر کسی که به دنبال صلح هست. برای این هستش که اتحادیه عرب یک جانبه اومد اعلام آتش بس کرد. اما جواب حوثی ها چی بود؟ اونها چندین پهباد به طرف جنوب عربستان فرستادند. خدا رو شکر که این پهپادها رو ما تونستیم در هوا بزنیم،
اما اونها همچنان تلاش خواهند کرد در برابر تمام ابتکارات صلح عربستان سعودی دست به اینجور تحرکات بزند. من مطمئن هستم که به زودی دولت بایدن بفهمه که حوثی‌ها ذهنیتشون چی هستش، بفهمه که حوثی‌ها نمیتونن الان سرنوشت ما رو در دست داشته باشن. اونها فقط مهره های ایران هستن برای پیشبرد سیاست های ایران. شما میگین که جنگ یمن رو بدون آمریکا شروع کردین و نیازی به کمک آمریکا نداریم. ما با یک کسی که نزدیک به حوثی ها هست همین دقایق پیش صحبت کردیم، آقای البخیتی، گفتش که تا وقتی که جنگ یمن ادامه داره یعنی آمریکا داره از عربستان حمایت میکنه. چقدر موافقین با این گفته؟ Well, they are backing us in the defense side. اونها در زمینه موضع دفاعی ما از ما حمایت میکنن، یعنی از ما حمایت میکنن که ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. اون چیزی رو که خیلی ها نمیفهمن این هستش که گاهی اوقات دفاع از خود به معنی واکنش نشان دادن به حملات و حملات پیشگیرانه است، نه اینکه دست رو دست بذارین صبر بکنین طرف مقابل به شما حمله کنه که بعد شما پهپادشون رو تو هوا بزنید. میبینین که الان حوثی ها سلاح‌های ساخت ایران رو شلیک میکنن به طرف عربستان. بعد که ما نگاه میکنیم میبینیم که مبدا این موشک‌ها کجاست. خب طبیعی هستش که ما باید بریم و از همون نقاطی که موشک‌ها شلیک شده اونجاها رو بزنیم دوباره نتونن به ما شلیک بکنن. خب این طبیعی هستش که ما همون کاری رو بکنیم که اسرائیلی ها میکنن وقتی دارن خودشون دفاع میکنن. اونها مثلا وقتی حمله میکنن به منابع حمله به خودشون، چه در سوریه یا در عراق یا در لبنان یا در غزه، میان کاملا هم از حمایت آمریکا برخوردار میشن. درباره ما وضعیت همینه. شما میگین که عربستان داره از خودش دفاع میکنه توی یمن. آمار ارقامی که سازمان ملل میده از کسانی که آسیب دیدن در جنگ یمن میگه که دست کم 233,000 نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم کشته شدن تو جنگ یمن، 15,000 نفر غیر نظامی کشته شدن، 22 میلیون یمنی محتاج کمکن، 8 میلیون تو خطر قحطی‌اند. بخشیش مستقیما برمیگرده مسئولیت عربستانه و هر دو طرف در واقع متهم شدن که حقوق بشر رو نقض کردن در این جنگ. خیلی ها در جنگ یمن دخالت دارن، بازیگران زیادی هستند. اینجوری نیست که عربستان تنها کشوری هست که اینجا میخواد حمله بکنه به غیر نظامیان. این اتفاقا حوثی ها هستن که دارن به غیر نظامیان خودشون حمله میکنن. اصلا یمن درگیر جنگ داخلی هستش، خودشون دارن با خودشون میجنگن. کاری که ما داریم میکنیم اینه که از یک دولت مشروع در یمن حمایت میکنیم، دولتی که همه دنیا به رسمیت شناختتش. کاری که ما داریم میکنیم این هستش که داریم سعی میکنیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن رو اجرا بکنیم. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که از دولت به رسمیت شناخته یمن حمایت بکنن و ما هم داریم همون کار رو میکنیم. بنابراین ما نمیتونیم مسئولیت هر جنایتی رو که هر بازیگری در یمن مرتکب شد ما بیایم بر عهده بگیریم. اگر بحران جنگ یمن به نوعی حل بشه، چقدر واقعا گام مهمیه که برای که مسائل دیگری که بین ایران و عربستان هست در منطقه بتونه حل بشه؟ مسائل که زیادن، مثلا مهمترین مسئله این هستش که ایران همش تأکید داره که تو مسائلی که بهش ربطی نداره فضولی بکنه، در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، هر جاره که شما نگاه میکنید میبینین که یه شبه نظامی تحت حمایت ایران داره جولان میده، میبینین که باندهای تحت حمایت ایران دارن یک تازه میکنن، میبینین که ایران داره از گروه های تروریستی حمایت میکنه، کار کثیف ایرانی ها رو دارن توی کشورها اینا انجام میدن. این قابل قبول نیست. این قابل قبول نیست که مثلا ایران بخواد نفوذ بکنه، اعمال نفوذ بکنه در انتخابات عراق یا در انتخابات لبنان، بخواد در دولت سوریه دخالت بکنه، در صنعا بیاد دخالت بکنه.
من از همون اول هم همیشه میگفتم، همون اول مصاحبه هم به شما گفتم، اصلا ایران نباید در مسائل کشورهای عرب دخالت کنه، نباید در مسائل افغانستان و کشورهای دیگه دخالت بکنه. داریم راجع مسائل کشورهای عرب حرف میزنیم. روزی که ایرانی‌ها بفهمن که اونها دغدغه‌شون باید مملکت خودشون باشه، وقتی باید دغدغه‌شون فقر خودشون باشه، آمار جرم و جنایت در کشور خودشون باشه، آمار بیکاری در کشور خودشون باشه، بحران کرونا در کشور خودشون باشه، اون موقع میفهمن که نباید دخالت و فضولی بکنن در امور کشورهای دیگه. اون موقع راه بهتری پیش رو خواهد بود، هم برای مردم ایران هم برای مردم عرب. البته ایران هم میگه که عربستان نباید در مسائل کشورهای دیگه دخالت بکنه، همین اتهام ها رو علیه عربستان مطرح میکنه. اگر برگردیم به جنگ یمن، میدونیم که عربستان نگران از قدرتمند شدن حوثی ها در منطقه. کی عربستان ممکنه به جنگ یمن خاتمه بده؟ از همون روز اول ما دنبال صلح بودیم. فراموش نبکنید که این ابتکار کشورهای حوزه خلیج بود، به ابتکار عربستان، به رهبری عربستان، که اون طبق این ابتکار ایده این بودش که ما بتونیم یه مذاکره رو به راه بندازیم. و اون موقع دیدیم که حوثی ها وارد اون مذاکره شدن و خودشون رو مقید کردن به تمام نتایجی که مترتب شد بر اون نشست، اما بعداً تغییر رویه دادن و علیه دولتی که خودشون تایید کرده بودند، دولتی که منتخب مردم یمن بود، علیه اون قد برافراشتند. از همون اول دولت عربستان در هر کنفرانس، در هر آتش بس، ما حدود 8 تا 9 تا مورد آتش بس داشتیم، آتش بس های یک جانبه، آتش بس هایی که ائتلاف تحت رهبری عربستان قبول کردند، اما هیچ وقت حوثی ها به اینها احترام نذاشتن. آخرین آتش بس هم در همین استکهلم بود، طبق توافق استکهلم. ممنونم از شما خالد بن علی با طرفه، استاد ارتباطات و مطالعات اجتماعی از ریاض با ما. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به بالاترین میزان در بیش از یک سال اخیر رسیده. هر بشکه نفت خام برنت امروز بیش از $60 فروخته شد که از ژانویه پارسال و آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بی سابقه بوده. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگوید خوشبینی درباره برنامه‌های واکسیناسیون عمومی و رونق گرفتن دوباره اقتصاد جهانی در کنار تصمیم عربستان برای کاهش تولید باعث افزایش قیمت نفت شده. زمستان است. اگرچه بخش‌هایی از شمال و غرب اروپا این روزها با موجی از سرما و برف دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی به طور سنتی این موقع از سال فصل کاهش تقاضای جهانی برای نفت خام است. خریداران این روزها برای بهار و تابستان قرارداد می‌بندند، نه برای فصل برف و سرما. با وجود این، قیمت نفت برنت، یکی از اصلی ترین شاخص‌های بازار جهانی، که اواخر زمستان و اوایل بهار همزمان با شیوع جهانی کرونا به کمتر از بشکه $10 رسیده بود، پس از چند ماه درجا زدن در حدود بشکه $40، در 3 ماه اخیر سیر صعودی گرفته و دوشنبه صبح به بشکه بیش از $60 رسید، بالاترین رقم در یک سال گذشته. یک عامل اصلی بالا رفتن قیمت نفت، تصمیم غیرمنتظره است که عربستان در پایان نشست 1 ماه پیش اعضای اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس اعلام کرد. عربستان میخواد در 2 ماه فوریه و مارس داوطلبانه 1 میلیون بشکه کمتر از سهمیه تعیین شدهش نفت تولید کنه. در کنار کاهش تولید عربستان، برخلاف بعضی پیشبینی‌ها، هنوز از کاهش تحریم‌های آمریکا و در نتیجه باز شدن راه ایران برای افزایش صادرات نفت خبری نشده. در کنار قیمت نفت، بسیاری از بازارهای سهام هم شاهد رشد قابل توجهی بودند و شاخص بازار سهام فرانکفورت به بالاترین میزان در طول تاریخش رسید. بازارهای سهام انتظار دارن محدودیت‌های رفت آمد تمدید بشه، ولی امید هم هست. تمام مسائل منفی ندیده گرفته شده و تمرکز روی اتفاقات مثبت مثل بسته محرک اقتصادی که دموکرات‌ها در آمریکا میخوان تصویب کنن.
وقتی وزیر دارایی آمریکا درباره برگشتن همه به سر کار حرف میزنه، میدونید که کمک مالی در راهه. چیز دیگری که در راه است، افزایش تولید نفت در کشورهایی از جمله آمریکاست، جایی که بالا رفتن قیمت باعث شده تولید در بعضی از میدانها دوباره توجیه اقتصادی پیدا کند. ظاهراً همه روی باز شدن یخ اقتصاد دنیا و به حرکت در آمدن چرخهایش حساب باز کردند. اگر این پیشبینی ها غلط از آب در بیاید، بعید نیست که قیمت نفت هم دوباره به سرازیری بیفتد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. یک شرکت امنیت اینترنتی میگوید حکومت ایران با استفاده از اپلیکیشن هایی که در ظاهر برای بازی یا درباره غذا و رستوران ها هستند، از بیش از 1000 نفر از مخالفان خود در ایران و 12 کشور دیگر جاسوسی کرده. شرکت چک پوینت که آمریکایی اسرائیلی است، از شناسایی بیش از 600 حمله مجازی موفق در این پروژه خبر داده و گفته تازه ترین حملات کمتر از 3 ماه پیش رخ دادند. تومر بار، مدیر تیم تحقیق در شرکت امنیت سایبری سیف بریج از تل آویو با ماست. خوش آمدید به برنامه. اول به همون توضیح بدید که این اپلیکیشن ها دقیقا چطور کار میکنن؟ اول از همه مرسی که من رو دعوت کردید. من مایل هستم به شما بگم این تحقیقی که ما انجام دادیم یک تحقیق مشترکی هستش بین 2 تا شرکت مختلف. اون چه که ما داریم میکنیم رصد کردن این شرکت اینترنتی هستش. این شرکت اینترنتی یکی از فعالترین شرکت‌های تحت حمایت دولت ایران هست از سال 2007. بنابراین ما مدت ها اونا رو زیر نظر گرفتیم و ما دیدیم که این گروه دارن یک سری اشخاص و گروه های خاصی رو هدف قرار میدن، کسانی رو که به زعم خودشون یک تهدید هستند برای جمهوری اسلامی. اونا حتی بی بی سی فارسی رو هدف قرار دادند. انگیزه ما این بود که ما از تمام کسانی حمایت بکنیم که به دنیای آزاد تعلق دارن و اجازه بدیم که این فضای سایبری فضای امتری بشه. آقای بار، اشاره کردید که به صورت هدفمند کسانی که مورد در واقع تهدید هستند برای ایران هدف قرار میدن. یکی بیشتر برامون توضیح بدید که چطور این افراد آیا انتخاب میشن، بعد این اپلیکیشن ها براشون فرستاده میشه به نحوی، یا نه اینها برای یه تعداد زیادی آدم فرستاده میشه و بعضیا به دام میافتن؟ خیر، این دقیقاً یک فرایند بسیار هدفمندی هست. اونها یک سری اطلاعات خیلی خاصی دارند در مورد افرادی که فکر میکنند برای جمهوری اسلامی تهدیدند. این حملات شامل 2 مرحله هستند. اولین مرحله زمانی شروع میشه که شما یک ایمیل دریافت میکنید. توی این ایمیل به زبون معمولا فارسی یه متنی رو برای شما فرستاده میشه، یه داکیومنتی. وقتی روش کلیک بکنین، اون موقع دچار ویروس میشین. این ویروس وقتی این کار شما بکنین، تمام اطلاعات کامپیوتر شما فرستاده میشه به اونها و اون موقع چک میکنه که مثلا آیا این کامپیوتر خودش به خودی خود یک نرم افزارهای ضد ویروس داره یا نه، که موقع به اونا حمله نکنه یا اونا رو شناسایی نکند. خیلی جالب هستش که هکرهای ایرانی خودشون از این اپلیکیشن‌های خودشون با عنوان سائقه یاد کردند. وقتی اونها بخوام به موارد مرحله بعدی نصب کردن ویروس ها بشن، قابلیت این رو پیدا میکنند که اصلا کلا کامپیوتر شما رو مانیتور بکنند، بتونن که اسکرین شات بگیرن از صفحات شما، هر 5 دقیقه بتونن ببینن شما رو کامپیوترتون چی دارین و حتی بتونن هر صدایی که دور و بر میکروفون کامپیوترتون هست رو هم ضبط بکنن. اگه کامپیوتر من یا کامپیوتر شما آلوده شده باشه، میتونن همین حرف ها رو، همین گفته ها رو بشنوند. اسم این چیزی که بهشون میگم استندر هست.
و همیشه میدونیم، عذر میخوام، اسمش صاعقه هستش. برنامه ما میدونیم که صاعقه همیشه بعد از رعد و برق میاد و اونها بر اساس تجربیات قبلیشون عمل میکنن. در گذشته خیلی از شرکت‌های امنیتی که نتونستن خودشون رو محافظت بکنن، بعضی موقع‌ها کاملاً زیرساختاشون به خطر می‌افتاد. اما حالا در سال 2021 ما می‌بینیم که خیلی از شرکت‌ها این قابلیت رو پیدا کردن که بتونن مقابل این هکرها بایستند. الان می‌تونن حمایت بکنن. هرچند هکرها بسیار پیشرفته‌تر شدند، ما خیلی جالب بود ببینیم که چقدر حملات طرف‌های ایرانی پیچیده شده. ما حتی پیچیدگی و پیشرفتگی این حملات رو در گروه‌های مشابه خارجی و غربی هم ندیدیم. بنابراین می‌بینیم که هکرهای ایرانی خیلی پیشرفته و خطرناک شدند. آقای بار، واقعا این چیزی که میگین، این قابلیتی که این نرم افزارا دارن واقعا وحشتناکه. آیا میدونیم که این گروه‌ها یا این هکرها در واقع به چه کسی یا چه نهادی در ایران وابستن؟ در این مورد خاص، در این کارزار خاصی که الان شاهدش هستیم، سخته که بشه شناسایی کرد دونه دونه هکرها و قربانیان رو. تعدادی از اونها رو ما شناسایی کردیم، ولی میدونیم چون الان اونا یه ذره الان راهکارهای محافظت خودشون استفاده کردن. ولی به شما بگیم، هکرها هفته ای از 100 سرور رو استفاده میکنن برای حملات خودشون. ما تونستیم الگوریتمای اینها رو بشناسیم و بعد یه سرور بگیریم و تشخیص بدیم که بر چه اساسی این سرورها عمل میکنند. بنابراین متقاضیان میتونن سراغ ما بیان، ما بهشون نشون میدیم که با چه الگوریتمی این سرورها ایجاد میشن و اون موقع ما میتونیم. مثلا بعضی ها فکر میکنن که بعضی مشتری ها اگه فکر بکنن که ما نتونیم اون سرویس لازم رو بدیم، سراغ ما نمیان. خیلی دیگه نمیتونن سرویسی که ما بهشون میدیم بدیم. اما ما آشنا هستیم با شکل و شمایل حملاتی که این هکرها میکنن، ولی فقط هم ایرانی ها نیستن. ما آشنا هستیم با حملات مشابهی که چینی ها و روس ها میکنن، ولی این نوع خاص رو ما فقط در بین ایرانی ها دیدیم که نشون میده به مهارت بالایی رسیدند. برای همین یه ذره جنگ سایبری رو مشکل میکنه، ولی ما موفق شدیم که بخشی از سازوکار اونها رو تشخیص بدیم. خیلی اوقات در داخل ایران همین هکرها افرادی رو هدف قرار میدن، اما گاهی اوقات در آمریکا و کشورهای دیگر هم این کار رو میکنه. ممنونم از شما تومر بار از شرکت امنیت سایبری سیف بریج از تل آویو با ما. در ایران، در یکی از شهرستان‌های استان اردبیل، عاقدی که دختران زیر سن قانونی را عقد می‌کرده دستگیر شده. اما این اولین بار نیست که ازدواج کودکان در ایران خبرساز می‌شود. سن قانونی ازدواج برای دختران در این کشور 13 سال تمام است. اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنند، می‌گویند برای ازدواج در سنین پایین‌تر امتیازهای بیشتری هم در نظر گرفته شده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بازداشت عاقد دختر بچه های شهرستان نمین. دادستانی میگوید 120 کودک زیر سن قانونی را عقد کرده بود. دو دفترخانه هم پلم شدند. این هم توضیحات دادستان شهر نمین. 120 نفر بازجویی و تفهیم اتهام شدند. از همه اونها ضمانت گرفته شده. با توجه به اینکه قانون برای این جرم از 6 ماه تا 2 سال حبس پیش بینی کرده و این قانون شامل پدر و مادر و داماد و عاقد هم میشه، دادستانی با هیچ کس در این مورد تعارف نداره و با چنین مواردی برخورد جدی خواهد کرد. ازدواج 120 کودک در نمین تنها مورد کودک همسری در ایران نیست، اما یکی از موارد معدودی است که خبر برخورد با آن در رسانه ها منتشر شده. در بسیاری از موارد مانند آنچه این زن در بوشهر میگوید، مسائل مالی انگیزه ازدواج دختران کم سن است. فروختش.
بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایران، در بهار و تابستان 98 حدود 16017 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. این آمار در مدت مشابه در سال 99 به 16381 نفر افزایش پیدا کرده. به دنبال تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت، بر ازدواج جوانان تاکید زیادی شده. برخی حتی میگویند هرچه در سنین پایین‌تری ازدواج کنید، وام ازدواج بیشتری خواهید گرفت. در پیشنهاد دولت در لایحه برای یک زوج 100 میلیون تومان وام ازدواج دیده شده بود، ما اینو کردیم 140 میلیون تومان برای همه. و اگر در سنین در واقع جوان‌تر در راستای در واقع سیاست‌های کلی جمعیت برای اینکه تشویق بشن در سنین جوان‌تر ازدواج کنن، 20 میلیون تومان برای یک زوج وام ازدواج رو مصوب کردیم. این عقیده هم وجود دارد که افزایش وام ازدواج موجب بالا رفتن کودک همسری خواهد شد. در سال 97 3500 نفر، 98 2500 نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج زیر 15 سال بودند. 98% اینا دخترای زیر 15 سال بودند. و به هر حال بیم سوء استفاده های مختلف هم داره مطرح میشه. از طرفی مقابله با خرید و فروش دختران به هدف دستیابی به وام هم گزارش میشد، به خصوص دختران کم سن و سال رو. آمار ازدواج کودکان به ویژه زیر 13 سال در ایران تکان دهنده است. دخترانی که مجبورند با حلقه گشاد بر انگشتانشان پای سفره عقدی بنشینند که شاید حتی درک درستی هم از آن نداشته باشند. آثار آن هم بر جسم و روح آنها تکان دهنده تر است. این آثار زمانی پیچیده تر می شود که این دختران به جای بازی و لذت بردن از کودکی، خود کودکی دیگر را به دنیا می آورند. فرین عاصمی، بی بی سی. سایت فدراسیون فوتبال ایران اسامی تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات ریاست در این فدراسیون را منتشر کرده. از 5 نامزد ریاست فدراسیون 4 نفر تایید صلاحیت شدند که علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی جزو آنهاست. صلاحیت حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال اما تایید نشده. 3 نامزد دیگر مصطفی آجرلو از سرداران سپاه پاسداران، کیومرس هاشمی رئیس سابق کمیته ملی المپیک ایران و شهاب عزیزی خادم عضو هیئت رئیسه فدراسیون هستند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. تا 20 روز دیگر یک رئیس تازه وارد اینجا می شود. فدراسیونی که نزدیک بود ساختمانش را به دلیل بدهی از دست بدهد، یک انتخابات حساس پیش رو دارد. رقابتی که 3 هفته دیگر یکی از این 4 نفر را روی صندلی ریاست می نشاند. راه داریم تا انتخابات. انتخاباتی که با حضور این بازیکن سابق تیم ملی جذاب‌تر از همیشه است. اتفاقات خوب برای فوتبال بیفته و میدونیم که ما فوتبالمون یه ذره مشکلات شفاف‌سازی داره، برنامه‌ریزی داره، مشکلات اقتصادی داره که خدا رو شکر ما داریم. علی کریمی 42 ساله جوان‌ترین نامزد ریاست فدراسیون، سابقه مدیریتی ندارد ولی گفته هدفش مقابله با فساد در فوتبال است. او در کنار همبازی قدیمیش مهدی مهدوی‌کیا، دیگر بازیکن محبوب سالهای قبل تیم ملی فوتبال ایران، در انتخابات شرکت می‌کند. ترکیبی کاملا فوتبالی که ممکن است شگفتی ساز انتخابات امسال باشد. مصطفی آجرلو، چهره‌ای با سابقه نظامی، او یک بار در سال 95 برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون دورخیز کرد ولی نتوانست رأی بیاورد. هدایتی روی تیر 2 یک موقعیت برای خدا داد، خودش ضربه رو می‌زنه و توی دروازه. سرداری که سابقه مدیریت در باشگاه پاس تهران را در کارنامه دارد. باشگاهی که یکی از قطب‌های اصلی فوتبال پایتخت بود و امروز اثری از آن نیست. تیمی که پس از چند سال دست و پا زدن در لیگ آزادگان و دسته دوم فوتبال ایران از هم پاشید. شهاب عزیزی خادم دیگر نامزد جوان ریاست فدراسیون فوتبال. او این 2 نفر را برای نایب رئیسی انتخاب کرده بود. حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون و منصور قنبرزاده که حالا یکی از آنها رد صلاحیت شده و دیگری خودش کنار کشیده. بذار بریم ما سفنامو انجام بدیم دیر نشه ان شاء الله خدمتتون هستیم. کیومرس هاشمی دبیر کل سابق کمیته ملی المپیک و معاون پیشین سازمان وقت تربیت بدنی، نامزدی که گفته می شود وزارت ورزش از او حمایت می کند، اما این وزارتخانه این ادعا را رد کرده.
هر کدام از این چهار چهره که بتوانند وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شوند، پرونده های ریز و درشتی را روی میز کار خود دارند که مهمترین آنها بدهی میلیاردی به مارک ویلموس، سرمربی سابق تیم ملی است. بدهی که به احتمال زیاد دادگاه حکمیت ورزش آن را تایید خواهد کرد. فدراسیون فوتبال فرصت زیادی برای حل پرونده مربی بلژیکی ندارد و معلوم نیست چگونه می‌خواهد این بدهی سنگین را بپردازد. به غیر از بدهی‌های ریز و درشت، آماده سازی تیم ملی ایران برای بازی‌های برگشت مقدماتی جام جهانی قطر، آن هم در حالی که دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن نیست، مشکل دیگری است که فرصت فکر کردن را از رئیس جدید این فدراسیون خواهد گرفت. کاوه مشکات، BBC. 4 ماه پیش در میانه بحران شیوع کرونا در زندان‌های ایران، عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای تحمل 3 سال حبس به زندان اوین رفت. حکمی که دادگاه به اتهام تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام برای او صادر کرده بود. خانم مطلب‌زاده اما به گفته همسرش همچنان در زندان بازجویی می‌شود. مریم افشان گفتگوی داشته با صدرا عبداللهی، همسر خانم مطلب‌زاده. فقط اینو بگم که این حرفا رو باید عالی خودش میزد، ولی چون متاسفانه بالاخره زندانی اسیره نمیتونم. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از مطبوعات و فعال حقوق مدنی، از مهر ماه امسال برای اجرای حکم به زندان اوین رفت، در حالی که چند روزی قبل از آن عمل جراحی کرده بود و خانواده‌اش امیدوار بودند با توجه به شرایط او و خطر کرونا اجرای حکم به تعویق بیفتد. از وقتی هم که عالیه وارد زندان شده، 2 بار از طرف مامورای امنیتی چند ساعتی، یه بار در 209 و یه بارم حالا در جایی که من نمیدونم کجا بوده در داخل زندان، به عبارت اونا مورد گفتگو قرار گرفته، ولی در واقع یه بازجویی بوده. بار اول بعد از مراسمی بود که زندانیان زن زندان اوین مراسمی برای گرامی داشت جانباختگان اعتراضات آبان 98 برگزار کردند. طبیعیه که یه دور همی بوده برای زندانی‌ها، چیز مخفی هم نبوده و همه جا این اتفاق ها افتاده بوده، داخل زندان هم خودشون برگزار کرده بودن. یه بار سر اون در واقع یه چند ساعتی بعد یه صحبت کردن، بار دوم دیگه در 209 بوده و علیه میگفت که 2 نفر بودن آقایون امنیتی که یکیش با ماسک بوده و یکیش بدون ماسک. دوباره علیه اونجا تأکیدش این بوده که آیا این موضوع در واقع یه بازجوییه و یه پرونده جدیده چیه، و اونا گفته بودن نه پرونده جدید نیست، ولی به هر صورت باید گفتگو میکردیم. موضوعی بوده که اصلا ربطی به علیه نداشته، یعنی ربطی به پرونده علیه نداشته، و علیه هم اونجا تأکید کرده که اگر دوباره بخواین منو اینجا، من نخواهم اومد. صدرا عبداللهی میگوید از جزئیات بیشتر این بازجویی ها اطلاعی ندارد، فقط از کلیات آن خبر دارد و میگوید بخشی از این بازجویی ها فشارهای روانی است که به زندانی وارد میکنند. عالیه مطلب‌زاده عکاس، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و فعال حقوق زنان است و در گفتگوهای تلفنی با همسرش از تفاوت های طبقاتی و تبعیض ها و امکانات رفاهی و بهداشتی در زندان گفته، از جمله وضعیت کرونا و اینکه مسئولان زندان بدون رعایت پروتکل های داشتی در زندان تردد می کنند. او همچنین از فشارهای روانی که به زندانیان وارد می کنند به همسرش گفته. همه رو در شرایطی قرار دادن که به هر صورت منتظر مرخصی هستن، منتظر نمیدونم بخشودگی یا آزادی مشروط هستن، و وقتی در چنین شرایط روانی زندانی ها ماهاست قرار گرفتن، عملاً یک جورهایی این آروم آروم عصبیشون میکنه و این شرایط به خانواده ها منتقل میشه. زندانی پشت دیوارهای زندان با مسائل زیادی دست و پنجه نرم میکند، اما همه این مسائل به 4 دیواری زندان ختم نمیشود و خانواده زندانی هم بیرون از زندان احساس آزادی ندارند. وقتی ارتباط ها قطع میشه، وقتی یهو
ما میشنویم که مادر و دختری رو جدا میکنن یا نمیدونن نمیذارن مرخصی اتفاق بیفته یا یه تلفن عادی وقتی یه روز نمیشه همه بیرون نگران میشن و عملا اونها میخوان به ما بگن که ببینیم ما بیرون هم شما مسلطیم، تسلط داریم. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انجمنی غیر حکومتی برای روزنامه‌نگاران در داخل ایران است که در حال حاضر رئیس آن کیوان صمیمی و نایب رئیس آن عالیه مطلب‌زاده هر دو در زندان هستند. شنبه شب و در آستانه تولد خانم مطلب‌زاده و اعتراض کاربران توییتر که خواهان آزادی او بودند، سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار پایان دادن به سرکوب آزادی اطلاع رسانی و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران شد. کانون زنان ایرانی هم در توییتی نوشت جای خانم مطلب‌زاده در زندان نیست. مریم افشنگ، بی بی سی. رویای نسرین نام یک اثر موسیقی است که برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران ساخته شده و در آن از صدای افراد زیادی در سراسر جهان استفاده شده که هر کدام نام او را صدا می‌زنند. صداهایی که در این اثر استفاده شده تابستان امسال و زمانی گردآوری شدند که خانم ستوده در زندان در اعتصاب قضا بود. بخشی از این کار رو با هم ببینیم، بعد در موردش صحبت می‌کنیم. نسرین ستوده. 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 صحبا امینی کیا آهنگساز این قطعه از سان فرانسیسکو آمریکا با ماست. خیلی خوش آمدید آقای امینی کیا. اول برامون توضیح بدید که ایده این کار، حالا هم موسیقیش و هم ویدیو آرت، از کجا کلید خورد؟ والا ایدهش از اینجا کلید خورد که سال گذشته در زمانی که خانم نسرین ستوده در اعتصاب قضا به سر می‌بردن، من احساس کردم که تمام افرادی که می‌شناسم و همه انسان‌های ایرانی که اطراف من هستن احتیاج دارن که یه جوری این احساسشون رو منتقل کنن به خانم ستوده که در زندان هستن. و در یه مصاحبه هم که ایشون کردن فرمودن که در حقیقت تنها ترسی که دارن اینه که اسمشون فراموش بشه در حبس که هستن، و من خواستم فقط از اسم ایشون یه یادی بکنیم و یک در حقیقت فراخوانی دادم روی در حقیقت سوشال میدیا و تمام دوستان و بسیاری از اینها موزیسین ها هستن و آرتیست های مختلف هستن با من تماس گرفتن و این صداشون رو برای من فرستادن که صدای خانم که اسم خانم ستوده رو فریاد میزنن یا میخونن یا آروم میگن.
یک کمی درباره خود این موزیک ویدیو برامون توضیح بدین، چون در واقع تنین صدای آدم هاست که خانم ستوده رو صدا میزنن و روی تصاویری از طبیعت. چه مضمونی رو میخواستین تداعی بکنین با این کلیپ؟ والا ویدیو کلیپ این کار توسط شریک زندگی بنده خانم پینار دمیرال که یک هنرمند ترک هستن ساخته شده و بعد از موسیقی ساخته شده، یعنی برای موسیقی ساخته شده. و جوری که خودش باید توضیح میداد ولی جوری که ایشون توضیح دادن در مورد این بود که تمام این قطرات قطره قطره، ممکنه ما آدمایی هستیم که دستمون به هیچ جای بندی نیست، هیچ قدرتی در هیچ جایی نداریم، ولی این قطرات بالاخره در طول تاریخ ثابت شده که تبدیل به یک باران خواهند شد و تبدیل به یک تغییر دائمی خواهند شد در شرایطی که در ایران وجود داره. یه اشاره کوتاهی کردین ولی اگه میشه بیشتر برامون بگین که مخاطبی که مد نظرتون بود چه مخاطبی بوده؟ آیا برای مخاطب خاصی اینو ساختین یا نه واقعا فقط یک اثر هنریه که شما نیاز داشتین که اون رو بسازین؟ والا این کار بنده هستش، من آهنگسازی میکنم و این نیاز در من دائما وجود داره که تولید کنم. کارهایی که در راسته ما ایجاد میکنیم در موسیقی کلاسیک نوین و با الهام موسیقی ایرانی ایجاد میشه، این کارها در یک مقیاس بزرگ تاریخ و بلند تاریخی بهشون نگاه میشه تا اینکه آیا در مصرف سوشال میدیا میگنجه یا نه. اینا معمولا کارهایی که ما فکر میکنیم که روی آیا صدها سال، بخاطر اینکه کرونوس کورتت یک گروه بسیار مشهور و قدیمی آمریکایی هستش و تمام آثاری که توسط اینا ضبط شده بخشی از تاریخ هنر و موسیقی دنیا خواهد بود. و به نظر من مهم بود در این لحظه ما مهرمونو و اسم خانم نسرین ستوده رو در این جاودانگی قرار بدیم. و توضیح بدین که چند نفر شرکت کردن وقتی که این فراخوان رو دادین در شبکه‌های اجتماعی؟ چند نفر شرکت کردن و صدای چند نفر شما استفاده کردین؟ حدوداً نزدیک 400 تا 500 نفر در حقیقت اسمشون رو دادن و صداشون رو فرستادن و همه از طریق وبسایت من انجام شد. خیلی یک حرکت مردمی و فقط افرادی که هم بیشتر اطراف من بودن، من خیلی نمیتونم دستم به جای زیادی بنده بود که اینو تبلیغ کنم، ولی در حقیقت و این افراد همه روی وبسایت من رفتن و بدون اینکه اسمی از خودشون بذارن فقط این اسمو گفتن. من برام مهم بود که هویت این افراد اصلا مهم نباشه و فقط مهم باشه که آدمایی هستن در گوشه کنار و بعد از شرایطی که در کووید همه در خونه حبس بودن که این اسمو هر روز مثل ذکر میگن و امیدوارم این اسم مثل یک جادو، مثل یک ذکر تبدیل بشه به یک آرزوی حقیقی و یک آرزوی تاریخی برای مردم ایران به حقیقت بپیوند. ممنونم از شما صحبا امینی کیا، آهنگساز این قطعه از سان فرانسیسکو آمریکا با ما. و همینطور ممنونم از شما که همراه ما بودید در این 60 دقیقه. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب در دسترس هست، اگر خواستید تماشا بکنید. ممنونم از همراهیتون، شب و روزتون خوش.